چندی پیش با شایان جوادی عزیز که ایشون آهنگساز و نوازنده سازهای سنتی هستند صحبت میکردیم و ایشون یک قطعه ای رو بر اساس شعر هوشنگ ابتهاج به اسم بهانه که من در آغاز برنامه هم اون رو خوندم، یک بخشی از اون رو، آهنگی رو بر اساس این شعر تنظیم کردن با خود استاد ابتهاج که در آلمان بودن، چون شایان عزیزی هم در آلمان زندگی میکنه، در ارتباط بودن، حالا اجازه استفاده از این شعر رو باشون مطرح کردن و حتی موسیقی که آماده شد براشون فرستادن. ولی تو این یک ماه گذشته که ما با ایشون در ارتباط بودیم، موسیقی در حال آماده شدن برای پخش بود. روزی که آماده شد برای پخش، همون روز ما متاسفانه این خبر رو دریافت کردیم که استاد هوشنگ ابتهاج ما رو ترک کردن. بسیار غم انگیز بود، ولی در این حال ما این قطعه رو که به نام ای عشق هست منتشر کردیم. بنیاد فرهنگ و هنر اپیفانی به همکاری با شایان عزیز و همینطور که ایشون نه تنها آهنگساز بودن، تهیه کننده موسیقی بودن و خواننده این قطعه، خواننده این قطعه به صورت دوئت اجرا شده، شایان جوادی به همراه آنیتا اوقای عزیز هر دو این قطعه رو اجرا کردن و آماده پخش است. در صفحات مجازی ما، وبسایت ما وجود داره و شما عزیزان میتونید بشنوید. در اینجا هم بخشای از اون رو برای شما پخش خواهیم کرد، اما میخوام از این فرصت استفاده بکنم کمی با شایان جوادی عزیز در بخش تازه چه خبر برنامه، بخشی از برنامه های ما در همراه با خانه هنرمندان مسیحی شما عزیزان آشنا بشید. برابر این تصمیم گرفتیم یه گفتگوی با شایان عزیز داشته باشیم و بعد برگردیم پیش شما عزیزان و ادامه اخبار رو داشته باشیم. بریم. خانه هنرمندان مسیحی. سلام شایان جان، خوب هستی؟ مرسی که دعوت من رو پذیرفتی و در این برنامه با ما همراه هستی. درود بر شما موسی عزیز، خیلی خوشحال هستم که در حضور شما و در حضور بینندگان عزیز هستم. خیلی متشکرم از دعوتتون به برنامه همراه با هنرمندان مسیحی. عزیزیز خواهش میکنم. شایان جان، ما کمی در رابطه با قطعه ای عشق که شما ساخته بودید صحبت کردیم، بنابراین فرصت خوبی است هم در رابطه با این قطعه بشنویم و بعد از اون حتما با خود شما دوست داریم بیشتر آشنا بشیم. خواهش میکنم. من هم اجازه بدید تسلیتی عرض کنم خدمت هنردوستان، هنرمندان این فقدان رو، و یه عذرخواهی هم از واقعا در قلبم هست که از استاد بزرگوار ابتهاج که پرواز کردند اینجا در این برنامه داشته باشم. به هر حال ما ابیاتی از شعر رو حذف کردیم به علت اینکه خب موسیقی خیلی طولانی میشد، اینجا جا داشت که این اسخایی رو هم داشته باشم. خب قطعه ای عشق در دستگاه چارگاه به هر حال بوده که به فیض خداوند این قطعه در سال 2020 متولد شد و شما محبت کردید، زحمت شما بود استاد جان عزیز و بنیاد فرهنگ هنر اپیفانی که این قطعه منتشر شد. بله درست میفرمایید، همزمان شده بود با پرواز استاد ابتهاج عزیز. اما کمی فرمودید از این قطعه عرض کنم خدمتتون. و این موسیقی واقعا در عشق نامتناهی که به خداوند وجود داره متولد شد. خب یه خورده پروسه تولید زمان برد، شاید بیش از یکی دو سال، و خداوند به واسطه شما این قطعه رو منتشر کرد. خیلی هم از زحمات شما سپاسگزارم موسی عزیز. خواهش می‌کنم. این قطعه همکاری بسیار زیبایی داشتم با هنرمند گرامی خانم آنیتای عزیز که با صدای بسیار زیباشون و واقعا با فروتنی
مشارکت کردند و این آواز این قطعه رو دو صدایی ما اجرا کردیم. عرضم حضورتون که خب علاقه که من به استاد ابتهاج داشتم، خیلی دوست داشتم از قدیم که رو شعر ایشون هم یه کاری رو انجام بدم، این علاقه هم برمیگرده شاید به قدیم تر که اون زمان که فکر میکنم شاید اولین قطعه، فکرم این هست که اولین قطعه که از استاد ابتهاج، با شعر استاد ابتهاج از موسیقی من شنیدم توی پری کجایی بود. ما هم خیلی هم تسلیت میگیم به جامعه هنری و مردم ایران و هم خداوند این فیض رو بخشید که ما بتونیم این قطعه رو منتشر بکنیم. در حقیقت بنیاد فرهنگ هنری مسیحی بتونه این قطعه رو منتشر بکنه با خوشحالی و افتخار. اما شایان جان، ما دوست داریم در این برنامه با خود شما کمی آشنا بشیم، اینکه اصلا کلن میدونم قطعات دیگه هم ساختی و به اونها هم اشاره بکنی فعالیتات، ولی اینکه اصلا موسیقی، تحصیلات تو زمینه موسیقی و تجربیت چطور بوده ازت بشنویم، کمی بیشتر با خود تو آشنا بشیم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. حتما واقعیت تحصیلات هم که شروع موسیقی من 14-15 سالگی بود که کلاس ها رو در آموزشگاه آزاد انتهای کردم و توی یک سنی به دانشگاه در رشته مهندسی کشاورزی رفتم و در ادامه موسیقی رو پی گرفتم در تار و ستار و در ادامه وارد دانشکده موسیقی شدم در گرایش نوازندگی ساز ایرانی و اونجا هم موسیقی رو ادامه دادم. خب از حضور اساتید خوبی هم بهره گرفتم و بسیار در تفکر من به زندگی در هنر بسیار تاثیرگذار بود. بسیار عالی، بسیار عالی، چقدر عالی. خوشحالیم که این عطیه رو خداوند در شما پرورش داده و فرصتی است که باعث برکت کلیسای ایران هم بشه. و کمی در رابطه با فعالیتاتون دوست دارم بشنوم، اینکه چه کارهایی تا به حال انجام دادید، قطعاتی که ساختی، کمی در رابطه با فعالیتاتون با ما به اشتراک بگذارید. خواهش میکنم. عرضم حضورتون که به هر فعالیت‌های من در ایران در زمینه موسیقی سرپرستی انجمن علمی دانشگاه و همچنین یک گروهی رو سرپرستی کردم به نام فرهنگ و هنر که راهایی هم داشتیم در دستگاه مختلف در ایران و بعدش هم تدریس موسیقی رو شروع کردم در ایران، تار و ستار تدریس میکردم و همچنین تا بعد از مهاجرت هم در آلمان. برای این از فعالیت های من هست و تلاش میکنم برای آموزش موسیقی ایرانی. عرضم به حضور کنسرت هایی رو در آلمان داشتم، کنسرت های خصوصی و کنسرت هایی بوده که به صورت غیر دولتی بوده. این کنسرت ها رو من در آلمان داشتم بعد از مهاجرت. خب همینطور در فستیوال جهانی هنر که در هر سال در شهر نورنبرگ برگزار میشه از هنرمندان مختلف جهان دعوت میکنن در ژانرهای مختلف و این بار قرعه به نام موسیقی ایرانی بود و از من دعوت شد که در اون برنامه موسیقی رو اجرا کنم و کنسرتی داشته باشم. خب بخوام کمی هم از موسیقی هایی که ساختم، در فیض خداوند اولین ترک از من که منتشر شد با نام تنها تو را خواهانم بوده که با آهنگسازی و نوازندگی من بوده و خوانندگی و آهنگسازی و در این قطعه سازهای مختلفی نواخته شد، سازهای ایرانی بوده از جمله نی، عود، تار و کمانچه و تنبک. در این قطعه همکاری داشتن. شاعر این کار هم از اشعار بسیار زیبای اصف دهخانی تفتی بوده. واقعا این اشعار زیبا من رو به وجد آورد، خدا رو شکر می‌کنم.
و در باز هم در فیض خداوند موسیقی بعدی که منتشر شد هست با نام پادشاه من که در مایه اصفهان هست و با اشعار بسیار زیبایی هست از بزرگ شعر و ادب پارسی نظامی گنجوی. همینطور که گفتم در مایه اصفهان هست، واقعا خیلی این شعر رو دوست داشتم و این پروژه هم انجام شد و این قطعه منتشر شد. خدا رو شکر میکنم. سرالی عرضم به حضورتون که باز هم موسیقی دیگری هست که منتشر شده با نام رقصان. بله، این موسیقی هم در دستگاه شور هست که با اشعار خانم پروین‌دخت صالح هست که بسیار اشعار زیادی در زمینه خداوند برای خداوند سرودند و که مادر محترم دکتر مایک انصاری هستند، بسیار بزرگوار هستند که آهنگسازیش و نوازندگی و خوانندگی این کار هم با من بوده در فیض خداوند. و یک تشکری هم اینجا اگر اجازه بدید موسی عزیز من داشته باشم از به هر حال این پروژه ها رو بسیار یک فرد شایسته ای در مسیحیت، یک مدیر شایسته دکتر مایک انصاری در تلویزیون محبت واقعا پشتیبانی کردن. بسیار اگر این برنامه رو میبینن عزیزان، من هم در تلویزیون محبت هم همینطور یک درودی بهشون میفرستم. بسیار دکتر انصاری بسیار فرد جنتلمنی هستن. خواستم این رو هم حتما تو دلم بود که بگم تشکری داشته باشم. خب موسیقی بعدی هم خسته نشدید که؟ نه که نه، خیر خواهش میکنم بفرمایید. زنده باشید. موسیقی بعدی هم با نام شور مسیحایی هست که باز هم با آهنگسازی من هست و این بار هم کلام این کار رو هم خداوند در دل من گذاشت و در روی این کار نشست. تنظیم بسیار خوبی داره این کار. این کار از انسامبل غربی و سازهای غربی و سازهای ایرانی، سازهای بسیاری در این قطعه نواخته شده. 13 ساز شاید 14 ساز الان دقیق به خاطرم نیست در این قطعه نواخته شده. تنظیم بسیار عالیه. فونت پان استدیو بوده و نظارت و مشاوره همیشگی استاد و دوست عزیزم که استاد دانشگاه هستن، امیر حسین خان نجفی عزیز، که هر جا هست فیض و برکت خداوند همیشه باش باشه. در نام خداوند که یک انگیزه در من هست که بگم با کمک شما، با کمک اپیفانی عزیز، بنیاد فرهنگ و هنر، ما بتونیم نسخه فیزیکی هم از این موسیقی هایی که از من منتشر شده داشته باشیم. البته همینطور که عزیزان میدونن این کارها در تمام پلتفرم ها و سایت های موسیقی جهانی منتشر شده، از جمله اپل میوزیک، از جمله اسپاتیفای و بقیه موسیقی ها. خب من نمیدونم چیزی رو اقلا من انداخته باشم فعلا موسیقی از در خدمتتون هستم. بسیار عالی، بسیار عالی. مرسی از توضیحات کامل و کافیتون. خدا برکتتون بده برای خدماتی که انجام میدید، قطعات زیبا، اونم توی دستگاه های ایرانی، موسیقی و حال هوای ایرانی. یکی از دلایلی که ما اصلا میخواستیم کمک بکنیم این قطعه عشق منتشر بشه این بودش که دل ما این بومی سازی و نهادینه کردن در حقیقت هنر کلیسایی بود، یعنی اون چیزی که کلیسای ایران کم داره و فعالیت شما تو این زمینه بسیار حائز ارزش و اهمیته. برای همین خیلی دل ما هست که کمک بکنیم این بیشتر شنیده بشه، انجام بشه، کارهای بیشتر این چنینی. اما شایان جان، خودتو آخرین سوالی که ازت دارم این که چه پلانی برای آینده داری و چه رویایی؟ خیلی ممنونم از شما. واقعیتش این
پلنی که شما میفرمایید یا این رویایی که در ذهن من هست این هست که ما واقعا به این درک برسیم، واقعا این رو متوجه باشیم که موسیقی سنتی ما یا موسیقی کلاسیک یک ژانر موسیقی فقط نیست. واقعیتش نمیتونیم بگیم موسیقی ایرانی خب ژانر موسیقی سنتی بر فرض ژانر موسیقی پاپ، ژانر موسیقی کلاسیک غربی یا و و و اینطور نیست. واقعا ما اینطور نگاه نکنیم، دوست دارم اینطور نباشه، بدونیم که یک هویت هست، یک این فرهنگ ماست، این هویت و ریشه ماست این نوع موسیقی. ما اگر از موسیقی سنتی دور شیم واقعا از فرهنگ و ریشه خودمون دور شدیم. بسیار عالی، بسیار زیبا، بیش از هر چیز خوشحال بودیم که فرصتی بود که با شما بیشتر آشنا بشیم. ممنون از وقتی که داری، برات بهترین ها رو آرزو میکنیم، به فیض خدا بیشتر ازت بشنویم و ببینیم در آینده. خیلی ممنون از دعوتتون، امیدوارم که این موسیقی رو گوش کنن همه عزیزان. سپاس از شما. خانه هنرمندان مسیحی.